Abu Bakr al-Baghdadi is dead. اعلام مرگ ابوبکر بغدادی، خلیفه خودخوانده داعش. رئیس جمهوری آمریکا میگوید شخصا عملیات شکار او را زیر نظر داشته. در 60 دقیقه امشب میپرسیم کشته شدن رهبر سازمانی مرگ‌آفرین پایان اندیشه داعشی است؟ همچنین در برنامه امشب تأکید دوباره ترامپ بر حضور نیروهای آمریکایی در مناطق نفتخیز سوریه. اهمیت این مناطق برای طرفهای درگیر چقدر است؟ بزرگداشت اثر ماندگار فردوسی در بریتانیا، دانشگاه کمبریج 20مین سال تولد شاهنامه شناسی را جشن گرفت. و هم نوایی نیودف در سماع دختران و پسران کابل. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از جزئیاتی تکان دهنده در عملیات شکار ابوبکر بغدادی پرده برداشت. به گفته آقای ترامپ، خلیفه خودخوانده گروه داعش در شبیخون نیروهای ویژه آمریکایی به مقر رهبران این گروه در شمال غرب سوریه کشته شد. او گفت که ابوبکر بغدادی با 3 کودک در 1 تونل خود را منفجر کرد و شمار زیادی از همراهانش کشته شدند، از جمله 2 همسر او. کاخ سفید عکسی از رئیس جمهوری آمریکا و تیم همراه او منتشر کرده که نشان می‌دهد آنها عملیات را به صورت زنده دنبال می‌کردند. مرگ بغدادی آخرین میخ بر تابوت داعش است یا جانشین او لشکر پراکنده و شکست خورده داعش را سازماندهی خواهد کرد؟ چقدر اعتبار این عملیات به حساب شخص دونالد ترامپ نوشته می شود؟ بخشی از حرفای امروز آقای ترامپ. ایالات متحده آمریکا رهبر اول تروریست های جهان رو به چنگ عدالت گرفتار کرد. ابوبکر البغدادی مرد. هیچ کدام از نیروهای دخیل در این عملیات نیروهای آمریکایی کشته نشدند، اما بسیاری از جنگجویان و همراهان ابوبکر بغدادی به همراه او کشته شدند. او بعد از این کشته شد که داخل یک بن‌بست فرار کرد. گریه کنان و فریاد زنان به داخل این تونل دارای بن‌بست رسید و اطرافیان او یا داشتن تسلیم می شدند یا به ضرب گلوله از پا در می اومدند. تنها کسانی که در داخل این عملیات ماندند شخص بغدادی در این تونل بود و او هم 3 نفر از کودکان خودش رو به داخل این تونل کشید تا اونها رو هم به مرگ محتوم خودشون برسونه. او وقتی به آخر تونل رسید، سگهای ما او رو دنبال کردند. او جلیقه انتحاری خودش رو منفجر کرد، هم خودش کشته شد هم 3 فرزندش. بدن او مسله شد به واسطه این انفجار. تونل فرو ریخت در نتیجه همین انفجار، اما نتیجه تحقیقات ما به طور قطعی نشون داد که فرد کشته شده او بود. شب گذشته یک شب بزرگی، یک شب فوق‌العاده‌ای برای ایالات متحده و دنیا بود. یک جنایتکار قسی القلب، کسی که این همه سختی و مرگ رو برای دنیا برمغان آورده، به طرز خشنی حذف شد. او هرگز دیگر نخواهد یک مرد، زن یا کودک بیگناهی رو آسیب بزنه. او مثل یک سگ مرد، او مثل یک بزدل مرد. امروز دنیا یک جای بسیار امن‌تری هست. ما نزدیک به 2 هفته بود که او رو زیر نظر داشتیم. یه مقدار اطلاعات داشتیم درباره اینکه کجا داره رفت آمد میکنه. اطلاعات بسیار خوبی داشتیم که شنیدیم داره به یک محل دیگه میره. او به اونجا نرفت. برای همین مجبور شدیم یک عملیاتمون رو اونجا لغو کنیم. او مرتب تغییر عقیده میداد، یه جای دیگه میرفت و بالاخره موفق شدیم که بفهمیم که او در اون نقطه ساکن هستش. بخش از حرفای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. به واکنش‌ها در آمریکا خواهیم پرداخت، ولی قبل از اون در ایران علی ربیعی سخنگوی دولت گفته مرگ بغدادی پایان داعشیزم نیست. وزارت دفاع روسیه نسبت به موفقیت عملیات شکار بغدادی تردید کرده و گفته هنوز مدارک کافی ارائه نشده. دولت عراق در منطقه و مقام‌های فرانسه و بریتانیا در اروپا استقبال کردند.
در میان سوالهایی که درباره مرگ بغدادی مطرح شده این است که او در منطقه نفوذی نظامی ترکیه در سوریه چه میکرد و اینکه با حذف بغدادی سرانجام داعش چه خواهد شد. مهرداد فرهمند گزارش میدهد. این نما را مردم محلی از حمله ای گرفتند که گفته می شود به قتل خلیفه خودخوانده ابوبکر بغدادی انجامید. ساعت 11:05 خونه سلام حاج دیب را زدند. مهمون داشت. خانه کاملا ویران شد. 7 جسد تو خونه و 2 تو خیابون پیدا شد. 2 بچه زیر 10 ساله هم بینشون بود. عملیات تا 4 صبح طول کشید. روستای بریشا قتلگاه ابوبکر بغدادی نزدیک مرز ترکیه است. واقع در بخشی از سوریه در کنترل شورشیان مسلح منصوب به القاعده و رقیب داعش که ترکیه هم در آن بی‌نفوذ نیست. این یعنی بغدادی پناهگاهش را پشت خط دشمن و جایی برگزیده بود که پیشتر جزو سرزمین‌های دولت موسوم به اسلامیش نبوده. 2.5 ماه پیش نام جانشین بغدادی اعلام شده بود. عبدالله قرداش از ترکمان‌های سنی مذهب تلعفر در شمال عراق. طلبه سابق علوم دینی و همبند پیشین ابوبکر بغدادی در اینجا زندان بوکا، اردوگاهی که آمریکایی‌ها شورشیان مسلح عراقی را در آن نگهداری می‌کردند و پس از خروج از عراق تحویل دولت این کشور دادند. بخش مهمی از فرماندهان داعش از همین زندان بیرون آمدند. مهرداد فرهمند، BBC. به محض اینکه خبر کشته شدن ابوبکر بغدادی توسط رئیس جمهوری آمریکا اعلام شد، واکنش ها گسترده بوده. در این زمینه حرف و حدیث های زیادی در خود آمریکا هم هست. همکارم سام فرزانه از واشنگتن با ما. سام، از اونجا بگو. یکی از مهمترین واکنش‌هایی که به صحبت‌های آقای ترامپ بود این بود که زمانبندی چطور بوده، چه زمانی آمریکا تصمیم گرفته که از سوریه نیروهای خودش رو خارج بکنه و چه زمانی اطلاعات مربوط به اینکه ابوبکر البغدادی کجا اصلا زندگی می‌کنه و چطور میشه او رو گیر انداخت، اینها به دست نیروهای آمریکایی رسیده. اینطور که آقای ترامپ گفت حدود 1 ماه میشه که زمزمه‌هایی بود که پیدا کردن رد ابوبکر بغدادی رو و گفت که اصلا بیرون آوردن نیروهای آمریکایی از سوریه ربطی به این عملیات نداشت. اما جالب اینه که بسیاری اینجا این سوال رو مطرح کردن که آیا اگر باقی مانده نیروهای آمریکایی در سوریه حضور نداشتند، آیا امکان گیر انداختن او بود، و به این ترتیب داشتن سعی می‌کردن که این انتقاد رو دوباره مطرح بکنن که تصمیم آقای ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تصمیم درستی نبوده. 2 جا نمود جالب داشت این انتقاد. یکی در مصاحبه مطبوعاتی که سناتور لینزی گرام داشت بعد از اعلام خبر توسط آقای ترامپ، که اونجا این سوال از او پرسیده شد و او سعی می‌کرد که هر بار این سوال رو به نحوی یکی از خبرنگاران از او می‌پرسه به نوعی از زیر اون در بره و صرفاً موضوع رو به این برگردونه که اتفاق خوبی افتاده برای امنیت مردم آمریکا و می‌خواد که فقط متمرکز بر اون باشه و سعی می‌کرد که انتقادهای خودش از آقای ترامپ رو برای زمان دیگری، برای تصمیم قبلی رو به زمان دیگری موکول بکنه. عین این سوال رو از وزیر دفاع آمریکا هم در شبکه CNN پرسیدن وقتی که او مصاحبه داشت بعد از اعلام خبر، که باز هم وزیر دفاع هم سعی می‌کرد که خیلی وارد این موضوع نشه و میگفت که به هر حال ما در مورد موقعیتی که نمیدونیم و چند تا اگر و مگر داره نمیتونیم به این راحتی صحبت بکنیم. واکنش دیگه‌ای که بود به اعلام این خبر پنهانکاری بود که کاخ سفید داشته. اینها از شب گذشته زمانی که عملیات انجام شده بوده میدونستن چنین عملیاتی شده. آقای ترامپ اعلام کرد که او میدونسته و اون توییتی که کرده بود و اعلام کرده بود خبر اتفاق بزرگی افتاده، اون زمان این عملیات انجام شده بوده. اما تصمیم میگیرن که اعلام خبر رو به روز یکشنبه موکول بکنن، به صبح روز یکشنبه، زمانی که برنامه‌های مجله‌های خبری متعددی در شبکه‌های مختلف آمریکا
پخش میشه و اون زمان حدود ساعت 9 صبح به وقت شرق آمریکا زمان بسیار خوبی است که یک خبری منتشر بشه و تعداد زیادی اونها رو میبینن. خبر رو نگه داشتن تا ساعت صبح و اون زمان آقای ترامپ صحبت‌ها رو انجام داد و اعلام کرد و قبل از اون حتی به سران کنگره هم نگفته بودند، به کمیته‌های مربوط به مسائل نظامی اطلاعاتی اینها اطلاع نداده بودند و فقط صبح بوده که این رو به جناح جمهوری خواه، به همحزبی‌های خود آقای ترامپ گفته بودند، دموکرات‌ها رو از اون خارج کرده بودند، اونها در تاریکی بودند و اینطور که مشخصه همون زمانی که آقای ترامپ داشته صحبت می‌کرده و همزمان با بقیه مردم این رو می‌شنیدن. از آقای ترامپ در مورد این موضوع هم سوال شد و او گفت که نگران این بوده که خبر درز پیدا بکنه و گفت که می‌خواسته مطمئن بشه نیروهای آمریکایی از منطقه خارج شدن و قبل از اینکه حالا خبر بخواد درز پیدا بکنه و برای اونها مشکل زا بشه. یه نکته دیگه ای هم که در میشه بهش اشاره کرد از مباحث بحث برانگیز در صحبت‌های آقای ترامپ این بود که چندین بار آقای ترامپ از کشور روسیه تشکر کرد، همینطور از ترکیه به خاطر کمک‌هایی که در این عملیات به آمریکا کرده بودند و از کردها به خصوص تشکر کرد، از عراق تشکر کرد، حتی از دولت سوریه هم تشکر کرد و در کنار اون انتقادهای خودش رو تکرار کرد نسبت به کشورهای اروپایی، کشورهایی که او معتقد بود باید پذیرای زندانیان داعش می بودند که به اون کشورها برگردند، چون از اون کشورها اصلا رفته بودند برای جنگ و به داعش پیوسته بودند. این هم قابل توجه بود که آقای ترامپ می گفت که روسیه مثلا کمک کرده و این با همپیمانان آمریکا دوباره سر جنگ گرفته بود. ممنونم از همکارم سامه فرزانه در واشنگتن با ما. اما مکس آبرامز، استاد علوم سیاسی دانشگاه نورث ایسترن از بوستون آمریکا با ما هستند. آقای آبرامز نویسنده کتابی درباره داعش و رهبر این سازمان ابوبکر بغدادی هم هست با نام قواعد شورشیان، روش پیروزی در تاریخ پیکارجویی. آقای آبرامز، پایان داعش و پایان ابوبکر بغدادی، پایان افراط‌گرایی از نوع داعشی هم هست؟ بله، گزارش های بسیاری بود در مورد داعش در سال 2014 وقتی که آقای بغدادی اعلام خلافت کرد. در طول این سالها داعش واقعا به نوعی خرد شد توسط نیروهای در واقع نظامی بسیار. آمریکا رهبریش رو بر اختیار داشت، روسیه در جریان بود، ایران در جریان بود، عراق و همینطور گروه‌های نظامی سوریه و همینطور جنگجویان کرد. و از نظر من به اندازه کافی اون گزارش‌ها در مورد اینکه چطور داعش از بین رفت نبود. فکر می‌کنم خیلی راجع به بالا اومدنش گفتم، ولی وقتی که در واقع سقوط کرد کم گفتن. در طول چند سال گذشته به نوعی در سایه رفته داعش از اون چیزی که بود در گذشته، در واقع زمین‌هایی رو که در اختیار داشت از دست داد و اونها بیش از 1 میلیارد دلار در سال درآمد داشتن، اونو از دست دادن، تعداد بسیار زیادی از جنگجویان خارجی رو در اختیار داشتن. مردم فراموش کردن که در یک زمانی اینطور بود که داعش به نظر می‌رسید که مثلا ممکنه همین بیاد و بغداد رو بگیره یا دمشق رو بگیره. بنابراین حقیقت اینه که گرچه این خبر خیلی بزرگی هست که خبر کشته شدن رهبر داعش، اما این گروهیه که در واقع اتفاقی که افتاد براش اینه که به اون جایی که باید میرسید نرسید و نتونست. اشاره کردید که ایران اطلاع داشته، البته آقای ترامپ در این زمینه چیزی نگفت، ولی گفت که دولت سوریه کم و بیش مطلع بوده، نه از اصل عملیات بلکه از حضور نیروهای آمریکایی در اون نقاط. در هر صورت همین حالا در مورد جانشینی او حرف زده میشه، فردی به نام ابو عمر ترکمانی یا عبدالله قرداش. او چقدر فردی خواهد بود که بتونه نیروهای پراکنده داعش رو جمع بکنه و تهدیدی بشه برای آمریکا، برای غربی‌ها یا برای بعضی از کشورهای منطقه؟
فکر میکنم خیلی میدونم که خیلی مهمه که چه کسی جایگزین بغدادی خواهد شد. دلیلش هم اینه که حتی در زمانی که در قدرت کامل بود داعش در 2014 و 2015، بغدادی هرگز یک رهبر قوی نبود. اگر از من بپذیرید، اکثر رهبران ستیز جوی هوشمند و قوی در واقع تصمیمای مهمی میگن، این که چه کسایی میتونن عضوشون بشن. این کاریه که رهبران ستیز جو انجام میدن. اونا تصمیم میگیرن که گروهشون چه شکلی داشته باشه. اما داعش هیچ وقت این کارو نکرد. تمام در واقع از 110 کشور مختلف اونا جنگجوهای مختلف داشتن. هر کسی که میومد میتونست عضو اونها بشه. اونا اصلا مشخص نبود که چه گروهایی خودشون رو در واقع در داعش ادغام کردن. رهبران مثلا تصمیم میگیرن که چه کشورهایی باید حمله بشه، نه تنها که چه اعضایی باشن، بلکه چه هدفهای انتخاب بشه و چه تاکتیکای اتخاذ بشه. این کارهایی که رهبران هوشمند انجام میگیرن. ولی بغدادی هیچ وقت این کارو نکرد. او در واقع جمع کرد گروه های مختلف و کنار هم دیگه و گفت خودتون رهبر خودتون هستید. این در واقع این مدل بیزنسی که در واقع داعش داشت تبدیل شده بود به گروه های کوچیکی که خودشون رو رهبری میکردن. اما اون چیزی که داعش تونست با اون مدل ادامه بده بر اساس این بود که در واقع رهبری رو از رهبر اصلی خودش داد به رهبران کوچکتر گروه های مختلف. در هر صورت گروه های متعددی هستند که ایدئولوژی شبیه داعش دارن. بعضی ها مستقیما با داعش کار کردن، شما هم اشاره کردید، بعضی ها هم در رقابت با داعش بودند. مرگ رهبری مثل ابوبکر بغدادی این گروه های پراکنده و متعدد رو در چه شرایطی قرار میده؟ من نمیتونم پیش بینی بکنم که در واقع عواقب این مسئله چه خواهد بود بر گروه های ستیزجوی دیگه، اما رقابت بسیار طولانی وجود داره بین داعش و القاعده. این احتمال وجود داره که القاعده از این بدون رهبر بودن داعش استفاده زیادی بکنه. مثلا اگه به سوریه نگاه بکنیم، اون بخشی که اکثرا داشتن صحبت میکردن رقه بود. اونجا بود که داعش نیروی بسیار زیادی داشت. زمانی که رقه از بین رفت و داعش هم از بین رفت، شروع کردیم صحبت کردن راجع به ادلب که مشخصا القاعده اونجا دست بالاتر رو داره و اونجا بود که در نهایت بغدادی رو هم پیدا کردند و کشتن. اتفاقی که در مورد آینده گروه های وابسته به القاعده میشه، اونم سوالیه که هنوز پاسخی نمیشه بهش داد. ولی اونا برخلاف داعش خیلی فعال و چه نیستن. اما باید ببینیم که جامعه جهانی آیا به سوریه چراغ سبز نشون میده که بره و گروه های دیگری رو که وابسته به القاعده یا به داعش هستن اونها رو بزنه یا نه. آیا روزها چراغ سبز رو دریافت میکنن که برن سراغ گروه های تروریستی؟ در این درگیری های اینچنینی روسیه و سوریه همیشه انتقاد شده در مورد شوش. چرا رفتن سراغ گروه های القاعده و نرفتن مشخصا داخل ادلب؟ حالا که بغدادی مرده، شاید جامعه جهانی جدیتر بشه در مورد اینکه بره سراغ القاعده. شاید نه اونطور جدی که به سراغ داعش رفتن، ولی شاید دولت آمریکا و دولت‌های دیگه در دور دنیا همونطور که القاعده رو به عنوان یک گروه تروریستی شناختن، از سوریه و روسیه هم بخوان که فعالیت بیشتری علیه اونها بکنن. بسیار بسیار ممنونم از مکس آبرامز، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آمریکا با ما. و اما اینجا در استودیو نجاح محمد علی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه با ما هستن، و همینطور از آمریکا آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا. آقای آرامش، این عملیات چقدر باعث اعتبار دونالد ترامپ میشه؟ بالاخره فرمانده کل قوایشون هست، چه شما موافق باشید چه مخالف،
یک زبان مثل انگلیسی است که میگه حتی یک ساعت شکستم در طول روز دوبار وقت رو درست نشون میده. این عملیات بسیار به جای بود، عملیات بسیار خوب طراحی شده بود و همونطوری که زمان آقای اوباما تیم ششم نیروی دریایی نیروی ویژه دریایی رفت و بن لادن رو کشت و عملاً به غیر از خب اون شجاعت رئیس جمهور، حالا چه الان ترامپ چه قبلا آقای اوباما، که بیان مقداری از هزینه سیاسی بکنن سر این قضیه و ریسک سیاسی رو بپذیرن، ولی عملاً تبریکش و عملاً اون دستمریزادش میره به اون نیروهای ویژه‌ای که این رو ترویج کردن، نیروهای امنیت اطلاعات و عملیات که این رو ماها و هفته ها ترویج کردن و موقعی که موقع وقت مناسب پیدا کردن در لحظه آخر به ثمر رسوندن. در مجموع کشتن بغدادی یک خبر بسیار خوبی است، اما انتها و آخر قضیه متطرفین اسلامی نیست. هنوز که هنوز تندروهای هم سنی و هم شیعه در منطقه به هم تاخت و تاز میکنن و این یک قده است که با فعلا خواهد ماند، یعنی با کشته شدن یک فرد. حالا از القاعده درسته که بن لادن رفت، ولی بالاخره اون فکر اسلامی سیاسی نظامی عسکری هنوز هست و به خصوص در کشورهای مثل عراق و سوریه که مشکلات طائفی شدید هست و حکومت‌های اقلی بر اکثریت یا حکومت‌های اکثری بر اقلیت جفا می‌کنند، این اختلافات ادامه پیدا خواهد کرد. با کشتن بغدادی منظورم این است که مسئله داعش حل نخواهد شد، یا رهبری دیگری پیدا خواهد کرد، یا اینکه از این قده سرطانی از یک جای دیگه دوباره بیرون خواهد زد. آقای محمد علی، شما چی فکر میکنید؟ آمریکا قصد داشت کم و بیش از حضور خودش در خاورمیانه کم کنه، اونطور که البته آقای ترامپ میگفت دست کم در بعضی از جاها. کشته شدن ابوبکر بغدادی این امر رو تسهیل میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر معتقد هستم که این امر به اصطلاح نقش نظامی آمریکا در سوریه را خاتمه میدهد و یک نشونه هم یک تفاهماتی به نظر من وجود دارد بین آمریکا و بین روسیه البته و ایران برای مرحله بعدی. یعنی این عملیات انجام شد در ادلب، در منطقه بریشه، در همون منطقه. من معتقد هستم و طبق اطلاعاتی که دارم عملیات سوریه و همپیمانانش تا یه دو روز دیگر عملیات نظامی انجام خواهند داد در همون منطقه برای آزادی ادلب و ختم موضوع پرونده نظامی موضوع سوریه. یعنی ما داریم به سمت تفاهماتی بین ایران و امریکا و البته ایران و روسیه. الان در منطقه امریکا پذیرفت که ایران و روسیه دست اول دارن و نقش اول دارن در منطقه و اون البته منجر خواهند شد به اتفاقاتی که داره میفته در عراق و در لبنان و همچنین در یمن. آقای آرامش، شما هم قضیه رو به همین شکل میبینید؟ گویا این که کشته شدن ابوبکر بغدادی زمینه یک تفاهم بزرگ رو فراهم کنه بین ایران، روسیه و آمریکا؟ فعلا در این دولت، در این کاخ سفید، بین رئیس قوه مجریه یعنی آقای ترامپ و دستاندرکاران نظامی و سیاسی و امنیتی اختلاف نظر هست. من این تلگرام رو نگرفتم که ایالات متحده به ایران و روسیه زره به گفته شما دست اول رو دارید، ولی در این شکی نیست که عرض کنم به حضور شما این تحلیل رفته قوه سیاسی و قوه نظامی ایالات متحده بنا به خواست خودش در منطقه. بعد از آزادسازی عراق توسط نیروهای ایالات متحده در سال 2003 عملاً جنبش‌های طائفی مذهبی و جنبش‌های سیاسی اسلامی در منطقه، به خصوص اونهایی که طرفدار ایران بودن، خب حالا بحث تاریخش رو نمی‌خوام بریم، ولی اینها قدرت گرفتن. این یک هدیه بسیار بزرگی بود که ایالات متحده به جمهوری اسلامی داد و این به نشو و نمای گروه‌های متطرف و تندروی اسلامی سنی‌گرا هم مذهب سنی‌های اسلامی‌گرا هم انجامید. الان ایالات متحده تحت آقای ترامپ دو تا مشکل داره. یکم، خود آقای ترامپ از جهتی نمی‌خواد و در خاک خاورمیانه از عراق و سوریه گرفته تا مناطق دیگر بماند و از اون طرف ولی مشکلی دراز مدت دارد. تندروی سنی مثل داعش و القاعده و گروه های دیگه‌ای که هر روز از زیر زمین بیرون میان، ولی بالاخره اینها نشو و نماشون از یک ریشه است. و از اون طرف هم گروه های نیابتی جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی در منطقه که به عنوان یک حکومتی واحد ولی با رشته های مختلف از حزب الله و ارزم بوزش محشت شعبی گرفته تا گروه های حوثی و غیر و ذالک در منطقه فعالیت میکنه. نقش این که ایالات متحده در خاورمیانه بازی بکنه یا نه، این مربوط میشه حالا به یک سال تا چهار سال بعد، ببینیم که آیا در انتخابات چه اتفاقی میفته. ولی خود نقش آقای ترامپ، اون چیزی که میخواد کاهش رد پای امریکا در منطقه، اما این
مخالفان بسیار جدی و سرسختی داره در حوزه های امنیتی سیاسی، هم جمهوری خواه و هم دموکرات، که این رو کاملا به قدرت های غیر مسئول و غیر متحد مثل جمهوری اسلامی و روسیه واگذار نکنن. آقای آرامش، خیلی کوتاه قبل از اینکه من سال بعدی رو از آقای محمد علی بپرسم، فرمودید که این کاهش نقش آمریکا در منطقه بنا به درخواست خودش بوده. این موضع آمریکا از روی ضعف بوده، از روی ناچاری بوده، یا اینکه از روی اختیار؟ به خاطر اینکه به نظر میاد آمریکا سیاستاش در سوریه نتیجه نداده، در عراق دچار مشکل شده و در نهایت به اینجا رسیده. مسئله اصلی اینجاست که بله، خب بالاخره یه سری اشتباهات محاسبه‌ای بوده، از اون طرف هم اشتباهات محاسبه‌ای رو میشه درست کرد و اونها رو به قول معروف به مسیر درست و مستقیم، به صراط مستقیم آورد. اما این از لحاظ سیاسی اون پشتوانه و اون ازم بزرگ شما سرمایه سیاسی رو آقای ترامپ نمیخواد بگذاره و کلا میخواد از خاورمیانه بکشه بیرون. حالا این در سالها آینده غلطی و درستیش از آب در خواهر آمد خواهیم دید، ولی همونطوری که شما مثل یک پاندول میمونه، همونطوری که آقای بوش شدیداً وارد خاورمیانه شد و اون افراط بود، اینجوری هم کشیده از خاورمیانه تفرید هست و اون هم خودش میگم خالی کردن حوزه برای کشورهای غیر مسئول، دولت‌های یاغی و غیر مسئول مثل جمهوری اسلامی یا مثل ارزم بود شما روسیه فدراتیو تحت آقای پوتین، این باعث مشکل‌های بزرگتر خواهد شد در آینده نزدیک. آقای محمد علی، کشته شدن ابوبکر بغدادی برای کشورهای منطقه خصوصا ایران چه مفهومی میتونه داشته باشه، چه پیامدی میتونه داشته باشه؟ من عرض کردم که این برای ایران یک گامی برای به تفاهم رسیدن با امریکا من معتقد هستم، اما درباره اصل موضوع برای امریکا ما نباید فراموش کرد که این قضیه در چارچوب انتخاباتی خود آقای ترامپ باید میگذاریم و هنوز آقای ترامپ از عقده اوباما خودش رو نجات نداد و هرچی که اوباما انجام داد خودش هم انجام داد. موضوع اسامه بن لادن هم وقتی که اوباما 2011 اعلام کرد قبل از انتخابات مثلا که برامودی کردن یا کشتن به خاطر اینکه تا تجدید ولایتشه، آی ترامپ همین کارو کرده و امروز اگر ملاحظه کردید در حالی که درباره اوباما درباره اسامه بن لادن صحبت میکرد با لحن ستایش آمیز پرستیج و چیزهایی که قد بلند و، اما درباره ابوبکر البغدادی به عنوان یک ترسو یا چیزی نشون داد. اما درباره سوال شما، سوال من مشخصا این بود که ایران از این موضوع بهره ای خواهد برد یا نه، به خاطر اینکه در هر صورت ایران حرفش این بوده که نیرویی که قادر بوده داعش رو از میان ببره نیروی ایرانه یا متحدان ایران و کل پروژه داعش ساخته آمریکاست و دلیلش همینه. کشته شدن آقای ابوبکر البغدادی در یک منطقه فاصلش بین سوریه و ترکیه حدود 5 کیلومتر و در زیر سلطه گروه حراس الدین در زیر نفوذ ترکیه قرار هستند کشته شد و ایران معتقد است که این خودش اصلا نمایشنامه‌ایه، یعنی نه فقط ایران، من هم معتقد هستم این یک نمایشنامه. ابوبکر البغدادی تا حالا 8 بار کشتن. امروز هم اعلام کردن به خاطر موضوع انتخابات و به خاطر اینکه عقب نشینی امریکا و ضعف نقش نظامی امریکا. من نمیگم امریکا میخواد کلا از منطقه خارج شد، ولی امریکا دیگه از نقش نظامی استفاده نخواهد کرد و همچنین ایران الان در سوریه معتقد هست که خودش پیروزه، دیگه نیازی نداره به عملیات نظامی، فقط مونده موضوع ادلب و بعد از ادلب به تفاهماتی خواهند رسید و موضوع سیاسی سوریه رو، یعنی سوریه رو پرونده سوریه بشه پرونده سیاسی. آقای آرامش، شما هم قضیه رو به همین شکل می‌بینید؟ این طرف خیلی گفته میشه که داعش ساخته و پرداخته آمریکاست، آقای محمد علی میگن که خیمه شب بازی انتخاباتی بوده. یک همچین تئوری های توطئه رو فقط یک جواب داره که اونم از تا دروغ میگن دروغ چرا تا قبر ترین تئوری های توطئه داجان ناپلونی و غیر ازالک رو بالاخره یه بخش زیادی از جامعه هم از این طرفداری میکنند. یک به قول معروف هم جواب ها و پاسخ های ساده است برای
تحلیل مسائل بسیار پیچیده که چرا داعش به وجود آمد یا القاعده به وجود آمریکا درست کرد. از اون طرف هم با خیلی از علایق ملی‌گرایانه یا غرب ستیزانه یا مذهبی متطرف هم همخوان هست که بله ببینید اصلا از ملکه انگلیس گرفته که خودش به هیچ کار است تا ایالات متحده که داعش رو درست کرده. به خاطر همین جواب یک همچین تئوری توطئه اینه که دروغ چرا تا قبل ما از پشت پرده کسی خبر ندارن. تئوری توطئه است. نخیر، ایالات متحده اگر کمک‌های هوایی هم در این شکلی نیست که جمهوری اسلامی، نیروهای کرد، نیروهای هشت شعبی، نیروهای مختلف در منطقه شدیداً با داعش درگیر بودن و اونها بودن که پیاده نظام عرض کنم بزرگ شما درگیری و شکستن داعش رو به وجود آوردن، ولی کمک‌های عملیات اطلاعات، کمک‌های شدید نیروی هوایی ایالات متحده، کمک‌های توپخانه ایالات متحده و متحدینش در این عرضم به حضور شما کاملا مؤثر بود. در این شکی نیست که دولت ایالات متحده اشتباهاتی رو کرده در مثلا اگر میخواست از مخالفین مسلح اسد بعد از مارچ 2011 حمایت بکنه باید خیلی سریع‌تر میکرد که متطرفین مسلح دست پیش رو نگیرن کنروهای مسلح. نشد، اونقدر صبر کرد، اشتباه کرد، یکی از اشتباهات دولت آقای اوباما بود. و از اون طرف موقعی که قبضه اسلحه به دست تندروها میرسه، تندروهای آن سمت، حالا سپاه پاسداران میخواد باشه، میخواد هشت شعبی باشه، میخواد دفاع وطنی باشه، غیر ذلک، اینها وارد قضیه میشن. ولی اینکه بگویید که میگم این بحثای توری توته که از اون ور داعش و فلانی تاویل کرد اینها، و خود این خود بحثم بحث کاملا خالی است. تو خالی چرا از طرفی اونقدر ایالات متحده قدرت نظامی و قدرت تحلیلی و قدرت محاسبه داره که بیاد یک همچین تنظیمات بسیار، یک همچین میلیشای بسیار پیچیده رو طراحی بکنه، ولی از اون طرف هم اونقدر ضعیف است که داره دومش گذاشته لای پاش و از منطقه میره بیرون. کلا این تحلیل ها افراط تفریط داره و با قرض و مرض گفته. آقای نجاح، من یک نکته دیگر رو میخوام. اصلا منکر شدن نظر توریه توطئه خودش یک توطئه. بعد خود امریکایی ها گفتن داعش ساخت امریکا، مگر هیلاری کلینتون نگفته، مگر خود ترامپ اعتراف نکرده چهار روز پیش که 13,000 نفر از داعش منتقل کردن به مرز عراق و سوریه، مگر خود ترامپ منتقل نکرد رهبران داعش به افغانستان و به لیبی و به جاهای دیگه؟ خب این دیگه نیازی نداره به اثبات کردن که من یک بخش دیگه از حرفای آقای آرامش رو از شما بپرسم. در پاسخ به سوال اولشون گفتن که داعش و ایدئولوژی داعش مثل سرطانی میمونه که از جاهای دیگه هم سرش بیرون میزنه، سر باز میکنه. از نظر شما پایان ابوبکر بغدادی تا چه اندازه پایان داعش و تفکر داعشی در منطقه خواهد؟ البته من موافقم که ایدئولوژی داعش ربطی نداره به چطور امریکا سرمایه گذاری میکنه از داعش. اگر ما میخوایم بحث میکنیم درباره ایدئولوژی داعش، اصلا برمیگردیم به اصل ابتدای بعد از رحلت پیغمبر، وقتی که خالد بن الولید رفت و یمن و سر مالک بن نویره، مالک بن نافکری ایدئولوژی از اسلام، از اسلام امویان. با کشته شدن بغدادی آیا ایدئولوژی که داعش رو شکل داد از بین میره یا همچنان باقی میمونه؟ نه باقی میمونه و به همون شعار خودشون باقیتون و تتمدد، خودش داعش همچنین شعار داده. مشکل ایجاد بکنه آن اندازه‌ای که داعش مشکل ایجاد کرد؟ نه، از لحاظ فکری خب همین فکر نمیمیره، چه فکر منحرف یا چه فکر درستیه. یعنی نمیتونیم ما میگیم که مثلا داعش نابود کردیم، فکر داعش، تفکر داعش، چون سلفیگری وجود داره، وهابیت هنوز وجود دارد و امریکا و غیر و دیگران میتونن سوء استفاده میکنن از همچنین تفکرات تکفیری و در هر وقتی که میخواهن دوباره میخوان استفاده بکنن دوباره. اما الان در این مقطع فعلی من فکر میکنم ما داریم حرکت میکنیم به سمت تفاهمات. متشکرم از نجاح محمدعلی، کارشناس مسائل خاورمیانه، و همینطور آرش آرامش، کارشناس مسائل امنیت ملی از آمریکا با ما. با اضافه بکنم که این گفتگو قبل از برنامه ضبط شده بود. اما مدتی است که سیاست آمریکا در مورد حضور نیروها در سوریه همه رو دچار سردرگمی کرده. سه هفته قبل رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که قصد دارد نیروهایش را از سوریه خارج کند، اقدامی که از اون به عنوان چراغ سبزی به ترکیه برای حمله به مناطق تحت کنترل کردها در شمال شرق سوریه تعبیر شد. ولی حالا دونالد ترامپ میگوید که عده‌ای از نیروهای آمریکایی برای محافظت از مناطق نفتی سوریه در آنجا خواهند ماند.
مهدی بیگی در گزارشی تلاش میکند تا روشن کند که برنامه آمریکا چیست و اهمیت این میدانهای نفتی برای طرفهای درگیر چیست. نفت، کلمه ای که این روزها از دهان مقامهای آمریکا و به ویژه رئیس جمهوری این کشور زیاد شنیده می شود. کشورهای منطقه باید مسئولیت کمک به ترکیه و سوریه رو برای محافظت از مرزهاشون بپذیرند. از کشورهای دیگه میخوایم که مشارکت کنند. ما نفت رو ایمن کردیم. بنابراین عده‌ای کم از نیروهای آمریکایی در سوریه باقی میمونند در جایی که نفت هست. دو روز پیش مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا هم از اعزام نیروهای بیشتر برای حفاظت از میادین نفتی نزدیک دیر الزور در سوریه در مقابل داعش خبر داد. ما این موقعیت رو تقویت می‌کنیم، نیروهای زرهی رو اضافه می‌کنیم. جزئیات رو نمیگم، اما مأموریت ما در سوریه باقی میمونه بر همون اساسی که شروع شد و اون شکست ائتلاف داعشه. این مأموریت اصلی ماست، تغییری نمی‌کنه. اقدام خاصی که ما در مورد حفاظت از میدان‌های نفتی انجام میدیم اینه که نگذاریم داعش به اون منابع دسترسی پیدا کنه. حدود 3 هفته پیش دونالد ترامپ اعلام کرد که آمریکا نیروهایش را از سوریه خارج می‌کند. بلافاصله بعد از آن حملات هوایی ترکیه به مناطق تحت کنترل کردها در شمال شرق سوریه شروع شد. عده‌ای از کردها کشته و صدها هزار نفر آواره شدند. حالا هم ترکیه به طور موقت آتش بس اعلام کرده و به نیروهای کرد تا پس فردا فرصت داده تا از مناطق مرزی ترکیه فاصله بگیرند. اما علت تغییر موضع ناگهانی آقای ترامپ برای حفظ و تقویت نیروهای آمریکا در سوریه چیست؟ رسانه‌های آمریکا می‌گویند گفتگو با جک کین، ژنرال بازنشسته، و لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه. هر دوی آنها خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را نادرست خوانده بودند. موضوع مهم برای من نفته. پرزیدنت ترامپ بیرون از چارچوب فکر می‌کنه. من از عقیده او در مورد نفت بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم. نه تنها ما اینطوری از دسترسی ایران به نفت سوریه جلوگیری می‌کنیم، بلکه به همکاریمون با نیروهای دموکراتیک سوریه که داعش رو نابود کردن ادامه میدیم و مطمئن میشیم که اونها میدان‌های نفتی رو نوسازی کنن و درآمدش به اونها برسه، نه ایران و رژیم اسد، و هزینه تعهدات کوچکمون در آینده رو پرداخت کنه. 3 روز پیش دونالد ترامپ بعد از گفتگوی تلفنی با مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای کرد سوری، توییت کرد شاید زمان آن فرا رسیده باشد که کردهای سوریه به سمت مناطق نفتی حرکت کنند. اما این به چه معنی است و اهمیت این میدانهای نفتی چیست؟ این نقشه برگرفته از منابع مختلف و از جمله سایت IHS مارکیت است که به طور مرتب موقعیت گروه‌های مختلف در سوریه را ثبت می‌کند. رنگ سبز مناطق تحت کنترل نیروهای کرد را نشان می‌دهد. شهرهای مهم آنها را اینجا می‌بینید. رنگ آبی مناطق تحت کنترل دولت بشار اسد، رنگ قرمز شبه نظامیان تحت حمایت ترکیه، قهوه‌ای گروه‌های جهادی و نارنجی هم گروه‌های شورشی در اطراف ادلب را نشان می‌دهد. از 18 روز پیش بعضی از شهرهای مرزی به کنترل شبه نظامیان مورد حمایت ترکیه درآمدند. ترکیه و روسیه توافق کردند که یک منطقه امن ایجاد کنند. منطقه امنی که ترکیه اول پیشنهاد داده بود قرار بود عمقش 32 کیلومتر باشد و تا حدود 480 کیلومتر هم امتداد پیدا کند، که این بعد از توافق جدید با روسیه به 120 کیلومتر کاهش پیدا کرد. اما میدانهای نفتی سوریه کجا هستند؟ عمده این میدانها در شمال شرق و مرکز هستند، مثل میدان نفتی اطراف رمیلان تا اشدادی و میدان نفتی العمر در نزدیک دیر الزور و میدانهای کوچکتر و متمرکزتر در اطراف رقه. همانطور که میبینید بیشتر میدانهای نفتی همین حالا در اختیار کردها هستند. دونالد ترامپ نگران است که در صورت تداوم حملات ترکیه، نیروهای وابسته به داعش از داخل زندانهای زیر نظر کردها در شمال شرقی سوریه مثل الهول فرار کنند و دوباره این میدانهای نفتی را تصرف کنند. البته ناظران این را زیاد محتمل نمی دانند، ولی مسلم است که آمریکا نمی خواهد اختیار این میدانهای نفتی به دست دولت اسد و متحد پروپاقرصش یعنی ایران بیفتد. ذخایر نفتی سوریه در مقایسه با سایر کشورهای عربی ناچیز به نظر می رسد.
پیش از شروع جنگ داخلی، سوریه روزانه حدود 380 هزار بشکه نفت خام تولید می‌کرد. منابع سوری پارسال گفتند تولید نفت به روزانه 24 هزار بشکه رسیده. حالا آمریکا نگران است که در صورت تداوم حملات ترکیه به کردهای سوریه، میدان‌های نفتی دوباره به دست بشار اسد و متحدانش بیفتد و از فشار تحریم‌ها بر سوریه کاسته شود. البته سیاست دونالد ترامپ در بهره برداری از این منابع نفتی در داخل خود آمریکا هم بسیار بحث انگیز شده. مهدی بیگی، بی بی سی. یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی دنیا با شکایت‌های جداگانه دو ایالت آمریکا به دادگاه کشانده شد. شرکت نفتی اکسون موبیل متهم است که از ده‌ها سال قبل اطلاع داشته و پیش‌بینی کرده بوده که ادامه مصرف نفت و سوخت‌های فسیلی دیگر باعث بحران‌های اقلیمی و آسیب‌های فراوان اقتصادی می‌شود. ولی به جای انتشار دانسته‌های خود رسماً تغییرات اقلیمی را انکار می‌کرده. در صورت اثبات اتهام‌ها شرکت اکسون باید ده‌ها و شاید صدها میلیارد دلار به سهامداران و سرمایه‌گذارانش خسارت بدهد. از همکارم سیاوش اردلان که موضوع رو دنبال کرده درباره چند و چون ماجرا و مبنای این شکایت پرسیدم. مبناش این اتهام هستش. شرکت اکسون میدانست ولی چیزی نگفت. چی رو میدانست؟ میدانست که مصرف سوخت‌های فسیلی گونه که امروز برای همه دانشمندان تقریبا مهرس شده، باعث گرم‌تر شدن زمین میشه، چون یک فرایند علمی داره که طی اون انتشار دیوکسید کربن در هوا باعث میشه که نور خورشید در جو زمین محبوس بشه، حرارت زمین بره بالا و بعد نوسانات شدید آب و هوایی، خشکسالی، سیل، آتش‌سوزی و از این قبیل. شرکت نفتی اکسون بر اساس تحقیقاتی که لس آنجلس تایمز در کنار دیگر فعالان اقلیمی انجام داده بود، از نزدیک به سال 1980 به این ور میدانست که ادامه مصرف سوخت‌های فسیلی و تولید و استخراج نفت باعث این تبعات تغییرات اقلیمی میشه. این رو در سندهای محرمانه‌ای که درس کرده از مکاتبات داخلی شرکت اکسون، این در معرض دید افکار عمومی قرار گرفته، ولی رسماً این رو اعلام نمی کردن. به جای اینکه به سرمایه گذاران خودشون، به سهامداران خودشون بگن که شما اگر بخواید در صنایع ما سرمایه گذاری بکنید این تبعات رو خواهد داشت، این رو از اونها پوشیده کردن و رسماً موضعشون این بود که ما نمیدونیم تغییرات اقلیمی نتیجه مصرف سوخت‌های فسیلی است یا نه. شبه افکنی کردن در این باره و حالا این قضیه علنی شده و بعد از 3 سال تحقیقات هم ایالت نیویورک و هم ایالت ماساچوست دارن شرکت اکسون رو به دادگاه میبرن که ازش خسارت بگیرن. مبلغ خسارت معین نشده، چون میتونه خسارت خیلی زیاد باشه، صرفاً اونطوری که تو گفتی به سهامداران و سرمایه گذاران باشه، میتونه به کل مردم اون ایالت ها باشه که به واسطه تغییرات اقلیمی مثل سیل و طوفان های شدید که حالا نسبت داده میشه به گرمتر شدن زمین، اینها خسارت بدن. گویا اسناد و مدارک هم ارائه شده و در این میان یک کلیپ هم هست، یک کلیپ ویدیویی که درباره‌اش حرف زیاد زده میشه. ببین، هفته گذشته یکی از دانشمندان سابق اکسون، کسی که پیش بینی کرده بود در سال 1982 دقیقاً پیش بینی کرده بود که امسال یعنی سال 2019 غلظت کربن در هوا چقدر خواهد بود و چقدر حرارت زمین میره بالا، با دقت خیلی خیره کننده این پیش بینی رو کرد. او در کنگره آمریکا شهادت داد در مقابل نماینده‌های دموکرات که حالا بحث بحران اقلیمی براشون خیلی مهم شده، از جمله الکساندرا اوکاسیا کورتز که یکی از نماینده‌های تازه نفس دموکرات هستش. او بازخواست کرد عملاً از این دانشمند که او هم اعتراف کرد و گفتش که بله، ما از اون موقع میدونستیم ولی چیزی نگفتیم. دکتر هافرز، کار شما با شرکت نفتی اکسون بر روی چرخه کربن و الگوهای آب و هوایی متمرکز بود. من در اینجا یک نموداری رو دارم که در سال 1982 تهیه شده. این نمودار با صحتی خیره کننده پیش بینی هایی کرده. خط نارنجی غلظت دی اکسید کربن در جو زمین رو تا این سالی که داخلش به سر میبریم نشون میده و خط آبی هم افزایش میانگین حرارت زمین رو نشون میده. یعنی در سال 1982، 7 سال قبل از اون که من به دنیا بیام، شرکت نفتی اکسون به درستی پیش بینی کرده بود که امسال سال 2019 غلظت دی اکسید کربن در کره زمین به 415 پی پی ام میرسه و حرارت زمین 1 درجه سلسیوس بالا میره. دکتر هافرز، آیا این صحت داره؟ ما دانشمندای فوق العاده ای بودیم. Yes, you were.
بله که بودید. پس همه اونها میدونستن و خبر داشتن. لابد این رو هم میدونستن که عواقب اون یک درجه افزایش حرارت چه خواهد بود. نه همه عواقبش، ولی بعضی عواقب رو. کاملا. من مایلم فرصتی داشته باشم تا اگه کسی در این باره ازم سوال کنه راجع بهش صحبت کنم. قبلا گفتید انکار تاریخی تغییرات اقلیمی از طرف شرکت نفتی اگزان غیر اخلاقی بوده و باعث به تعویق افتادن تلاش‌های بشر برای مقابله با تغییرات اقلیمی شده. بله، من چنین حرفی رو زدم. دلیل هم داشتم که چنین حرفی رو بزنم. اونها یعنی شرکت نفتی اگزان میدونستن که قرار مبالغ عظیمی پول رو برای یک تلاش تبلیغاتی در آمریکا و بقیه دنیا با هدف انکار تغییرات اقلیمی و شبهه افکنی درباره اون صرف کنن، درسته؟ بله، تا اونجایی که میدونم همینطوره. اونها گفتند و من نقل قول مستقیم میکنم. ما وقتی موفق میشیم که شهروندان معمولی نسبت به دانش تغییرات اقلیمی تردید کنند. آیا درست اگه بگیم تردیدهای فعلی درباره دانش تغییرات اقلیمی نتیجه لابیگری های صنعت سوخت فسیلی بوده؟ من میتونم جواب بدم، ولی بهتر همکارم جواب بده. دکتر اورسکس بفرمایید. بله، من 350 صفحه در این باره رو در کتابم تحت عنوان سوداگران تردید نوشتم. عجب، چه سوال جوابی بود. با این اتفاقهایی که داره میفته منتظر چه خبرهایی باید در این زمینه باشیم؟ اگه خبر راجع به خود دادگاه باشه، قرار ستاره اصلی این دادگاه که بیاد شهادت بده رکس تیلرسون هست، وزیر خارجه سابق آمریکا که از خیلی سال پیش تا زمانی که دونالد ترامپ او رو به وزارت خارجه آمریکا منصوب کرد و بعد برکنارش کرد، تا اون زمان مدیر کل شرکت نفتی اگزام بوده و موضع او هم همین بوده. او در این باره صحبت خواهد کرد، هرچند در زمانی که برای رأی اعتماد به کنگره آمریکا در همین باره ازش سوال شد، او گفت سعی کرد که از قضیه تفریح بره و پاسخ درستی نداد به سوالات برنی ساندرز، اون موقع سوالی که ازش کرده بود. اما تبعاتش بسیار گسترده خواهد بود اگر دادگاه تشخیص بده که شرکت اگزان مصرف کننده ها رو، سهامداران رو گمراه کرده. تبعات عظیمی نه فقط برای آمریکا خواهد داشت، بلکه برای شرکت های نفتی دیگه مثل شل و اینا، که اینها هم در کشورهای اروپایی شاید به دادگاه کشیده بشن و بعد حالا باید تحلیلگران انرژی و مسائل نفتی بپرسید که در آینده این چه تبعاتی برای کشورهای نفخیز خواهد داشت که مبتنی بر سوخت فسیلی درآمدهاشون رو تنظیم میکنن. ممنونم از سیاوش اردلان. در عراق نیروهای ویژه ضد تروریسم در بغداد مستقر شدند تا جلوی حمله معترضان به ساختمان‌های دولتی را بگیرند. این در حالی است که گروهی از نمایندگان پارلمان با تحسن خواستار استعفای نخست وزیر شدند. تحسن نامحدود آنها در پی اعتراض‌های خونین علیه مشکلات معیشتی و فساد دولتی صورت گرفته که در دو روز گذشته دست کم 63 کشته به جا گذاشته. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. بعد ما اوريق دم العراقيين من المتظاهرين السلميين المطالبين تحسن نامحدود 54 نماینده نزدیک به مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعه. آنها در بیانیه اعلام کردند به دنبال ریخته شدن خون افرادی که به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات می‌کردند و به دلیل شرایطی که همه چیز را در لبه پرتگاه قرار داده و در نبود یک دولت واقعی برای انجام اصلاحات در مجلس بس می‌نشینند. این نمایندگان گفتند تا زمانی که درخواست‌های قانونی آنها پاسخ داده نشود به این تحسن ادامه خواهند داد. سایرون که طرفداران مقتدی صدر، کمونیست‌ها و دیگر احزاب هستند، بزرگترین گروه از 329 نماینده پارلمان عراق را تشکیل می‌دهند. مقتدی صدر خواستار استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق شده و در بیانیه‌ای از معترضان حمایت کرده است. شنبه شب هم عده‌ای از معترضان مقابل کنسولگری ایران در کربلا تجمع کردند و خواستار خروج ایران از عراق شدند. سرکنسول ایران در کربلا گفته معترضان فقط پرچم عراق را به دیوار پشتی ساختمان آویزان کردند و پایین کشیدن پرچم ایران از ساختمان کنسولگری صحت ندارد. به رغم افزایش تعداد کشته‌ها در موج جدید اعتراض‌های عراق، صدها نفر از معترضان دیشب را هم در میدان تحریر صبح کردند. ما از صبح تظاهرات کردیم و دولت به سمت ما گاز اشکاور پرتاب کرد. مقتدی صدر کجاست؟ سیستانی کجاست؟ اینا دارن ما رو می‌کشن. این کار حرامه. چرا این کارو می‌کنن؟ ما اعتراض می‌کنیم و اونا ما رو می‌کشن؟ مردم چی کار کنن؟ من دو تا دختر دارم که تحصیلات دانشگاهی دارن اما بیکارن. بس 15 سال دزدی و دستبندی و مافیا کافیه. این دولت باید بره. بریم بیرون.
نیروهای امنیتی عده‌ای از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران را در جنوب عراق بازداشت کردند. منابع محلی میگویند دستگیر شدگان به مکان‌های نامعلومی منتقل شدند. یک شنبه در میدان تحریر اینطور شروع شد. جوانانی لاستیک آتش زدند و تعدادی از ساختمان‌های دولتی بالا رفتند و پرچم عراق را در آنجا تکان دادند. چادرهای بزرگ در این میدان برپا شده و داوطلبان به معترضان آب خنک و غذا می‌دهند. زنان هم نقش مهمی در این اعتراض‌ها دارند. من پرستارم، پرستار بخش کودکان. امیدوارم که یه روز بچه‌ها بتونن زندگی خوبی داشته باشن. از زمانی که بچه بودیم تا وقتی که بزرگ شدیم بد زندگی کردیم و از نظر روحی خسته ایم. نخست وزیر پیش از این گفته بود معترضان حق اعتراض دارند، اما با کسانی که به گفته او خرابکار هستند برخورد خواهد شد. از دو روز پیش تا کنون دست کم ده ها معترض کشته شدند. بین معترضان و نیروهای امنیتی هماهنگی و دوستی هست، اما از عصر یکی از گروه‌ها که نمی‌خواهد بصره با ثبات و موفق باشد آشوب را آغاز کرد. اعضای این گروه وارد ساختمان‌های دولتی شدند و با کوکتل مولوتوف و نارنجک دستی به نیروهای امنیتی حمله کردند. عده‌ای از پلیس‌ها زخمی شدند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر ده‌ها طرح برای اصلاحات پیشنهاد داده، اما به نظر می‌رسد این طرح‌ها معترضان را راضی نکرده است. آنچه آنها یک صدا می‌خواهند استعفای او و تغییر حکومت است. فرین آسمی، بی بی سی. به تازگی دانشگاه پمبروک در کمبریج جشن بزرگداشت شاهنامه را برگزار کرد. بنیاد مطالعات شاهنامه و ایران شناسی 20 سالی است که نسخه های تاریخی پراکنده از شاهنامه فردوسی را از کلکسیون های خصوصی و کتابخانه های متعدد در گوشه و کنار دنیا جمع آوری کرده و به عنوان منبعی اطلاعاتی در اختیار پژوهشگران گذاشته. این بنیاد علاوه بر کار در زمینه شاهنامه مقالات و کتاب های منتشر کرده. بهزاد بلور به دیدن پنجمین جشن بزرگداشت شاهنامه رفته. کمبریج شهر دانش در قلب انگلستان و بریتانیا و ما هم در مرکزش هستیم. یکی از قدیمی ترین دانشگاه های شهر کمبریج کالج پمبروک هستش، 700 سال است و اینجا قلب شاهنامه است. و این قلب تپنده 20مین سالگرد فعالیتش رو در کمبریج بریتانیا جشن میگیره. در این جشن میتونیم ببینیم که تا چند شاهنامه تغییر شکل داده، از کتابخانه ها به زندگی روزمره اومده و حتی به کامپیوتر، تلفن و حتی باعث خنده و شادی های ما شده. باز چی شده؟ اسفندیار با جدا اومده اینجا. خب قدمش روی چشم گیر داده که اگه نیام باید باش بجنگم. خب بجنگ باهاش. خب من نمیخوام با پسر شاه بجنگم. خب پس بیا برو مارغ. منو ببر به آینده، اونا عقلشون بیشتر کار میکنه. این پنجمین سالگرد نسل جدید شاهنامه شناسی و ایران شناسی و 20مین سالگرد گشایش این مطالعات در دانشگاه پمبروک کمبریج بود. در این رابطه نمایشگاه عکس از ایران قدیم، کتاب‌های مربوط به شاهنامه و ایران شناسی، کارتون و نمایش فیلم بود. این فیلم برگرفته از داستان بیژن و منیژه است. بیژن منیژه دوران اشکانیان باقی مونده و در شاهنامه بازنویسی شده. در شاهنامه داستانی دوران اشکانیان هست که در هیچ جای دیگه نیست. شاهنامه در از شناسنامه ایران زمین بزرگ پیش از اسلام هستش. کتاب شاهنامه استادیز 1 یعنی مطالعات شاهنامه نسخه 1 یا قسمت اول الان 4 جلد هست. هدف این بود که تمام نسخه های خطی با تصویر راجع به شاهنامه جمع آوری کنیم. توی کمبریج چه هست، توی لندن چه هست، توی پاریس چه هست، توی سن پیترزبورگ چه هست، توی آلمان چه هست، مثل این و هر ورق که تصویر هست عکس کرده. بیشتر از 30,000 عکس های که اینجا میبینم توی کتاب شما، مثل این این رستم و سهراب. این نمایش که الان درست میکنیم نشان میده چطور شاهنامه هنوز زنده هست. یعنی نه فقط توی متنهای قدیم ولی توی هنر معاصر. خیلی مهمه. خیلی عالی. سپاس. با نگاه به دستاوردهای سال گذشته این مرکز به این نکته پی میبریم که شخصیت ها و داستان های شاهنامه هنوز برای هنرمندان بین‌المللی الهام بخشه.
و روش‌های متنوع این مرکز در معرفی شناخت شاهنامه باعث شده که نسل جدیدی به شاهنامه فردوسی علاقه‌مند بشه. همینطور که دیدین امشب از چندین هنرمند و موسیقیدان و اینا ما ازشون خواهش کردیم که اومدن و برنامه‌های خودشون رو اینجا به نمایش گذاشتن و همین برنامه رو ما می‌خوایم که بیشتر این آرتیست‌ها هنرمندا بیان، هنرمندان ایرانی چه در ایران چه در خارج از ایران بیان و کاراشون رو معرفی کنن. پس چشم‌انداز این خواهد بود که شاهنامه به جریان بیفته دوباره، 100% و برای نسل‌های آینده که بدونن شاعرای ما کیه، نویسنده‌های ما کیه، هنرمندای جدید ما کیه و این خیلی مهمه. و به این شکل شاهنامه به روزتر میشه. بله. تازگی ایده از جوانان در کابل به ایجاد گروهی به نام شهود عارفان رقص سماع میکنن. این گروه که بیشتر اعضای اون هم دختر هستن، خودشون رو دوستداران مولانا جلال الدین بلخی میخونن، نیو دف مینوازند و شعر میخونند و میرقصند. زحل احد خبرنگار بی بی سی در کابل به کلبه اونها سری زده. رقص سماع جوانان در کابل، تلاش تازه برای زنده کردن رسم کهن. گروه کوچکی که بیشتر اعضای آن دختران هستند، از این راه در پی آرامشند. وقتی که من سماع را شروع کردم یا وقتی که دیدم کسایی که سماع میکنن که چه احساسی دارن و خودم که تجربه کردم، واقعا به آرامش رسیدم. فعلا فکر میکنم زندگیم تغییر کرده با سماع. حرکاتی همگون میان جان و روان، ضرب هایی که سر تا پایشان را به حرکت می آورد، حرکاتی که در افغانستان آن هم برای دختران تابوست. مردم خصوصا بخش سماعی دخترها یا خانم ها را که اینا سماع میکنن، بخش در این بخش مردم ما الان در اون ذهنیت نرسیده که درک کنن یک دختر به چرخه یا یک دختر به چرخش بیاین. برای ما یا همتیمی های ما دختر پسر مطرح نیستن. این گروه که سما را از کانال یوتیوب پی گرفته و آموختند، در پی جلب توجه و امکانات بیشتر برای عام شدن این رقص صوفیانه هستند. در سالهای اخیر جوانان زیادی به فکر زنده کردن ارزش‌های دیروزشان شدند. ارزش‌هایی که سالها در سایه جنگ از یاد رفته بود. زحل احد، بی بی سی، کابل. ممنونم از شما که این برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. شب و روز بر شما خوش.